بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقی محمد و آله اجمعین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نال الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به این که آخرین بحثی است که خدمت شما عزیزان دارم، اولا دعا منم خدا تمام عبادات شما رو در این ماه مبارک قبول فرماید. دعا می کنم توبه ها رو پذیرا شده باشد. دعا می کنم حاجات همگی روا شده باشد. و دعا می کنم از صمیم دل آخرین ماه مبارک رمضان ما و شما نباشد و باز هم توفیق و سعادتی نصیب شود این ماه پر عظمت الهی رو انشاءالله درک کن. و اما آخرین جمله هایی که در فصل 11 از فصول 30 دعای مکارم الاخلاق آمده، اشاره به 2 مهم دیگر است. عرضه می دارد خدایا به من توفیق بده ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. خدایا با کسانی که از تو جدا شده اند نپیوندم و از کسانی که با تو هستند جدا نشوم. چقدر پر معنا با کسانی که از تو جدا شده اند خدایا نپیوندم و از کسانی که با تو هستند جدا نشم. این دعاییست که امام میکنه، یعنی عمل کنم، یعنی توفیق بده عملا چنین باشم. این در واقع همون مطلبیست که خداوند متعال در آیات متعدد قرآن دارد که من آیه 24 سوره توبه رو برای شما عزیزان میخوانم. توجه فرمایید: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. پیغمبر به اینها بگو: اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، قوم و قبیلتون، این 5 و 3 دیگر، اموالی که به دست آوردید، تجارتی که می ترسید کساد بشه، قصرها و خانه های مرفعی که محل رضایت شماست، اگر این 8 محبوب تر نزد شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خداست، منتظر مجازات الهی باشید. ما بر سر دوراهی قرار میگیریم. یه وقت میبینیم محبت پدر است و مادر است و فرزند است و همسر است و اموال است و خانه است و از یه طرف اینا هستن و یه طرف مقابل خوشنودی خدا و رضای خداست. کدام را انتخاب کنیم؟ بعضی ها ممکن سنگین باشد این تعبیر قرآن برشون. من چند تا مثال روشن میزنم. فرض کنید برادر یکی از شما عزیزان، خدای نکرده قاچاقچی مواد مخدر شد، نصیحت هم کردید فایده نداره. حالا آیا باید برادر انتخاب کنید یا خدا را انتخاب کنید؟ هیچ کس شک نداره که خدا را باید انتخاب کرد. وجدان و انسانیت و فضیلت را باید انتخاب کرد. یا اینکه فرض کنین مثلا شخصی یه مرکز فسادی تولید کرد،
نصیحتم میکنیم این مرکز فساد رو تعطیل کن، آبروی فامیل ما میرود. گوش نمیکن. آیا این رو داشته باشیم یا خدا رو داشته باشیم؟ هر آدم عاقلی میگه اینو رهاش کن. و یا این است یه فردی واقعا ضد انقلاب شد، ضد سرنوشت کشورش، نصیحت هم کردیم فاید نداره، دائما هم رفته از رسانه های بیگانه سمپاشی میکنه، کدامش انتخاب کنیم؟ اونو انتخابش کنیم برادرمونه، فرزندمونه، اونو انتخابش کنیم یا خدا رو انتخاب کنیم؟ قرآن مجید میگه بر سر این دراهی ها که واقع میشوید خدا رو باید انتخاب کنید، برای اینکه نجات شما درونه، سعادت دنیا و آخرتتون درونه. بنابراین محبت این اصول هشتگانه تا جایی هست که منافات با رضای خدا نداشته باشه، منافات با مسیر حق نداشته باشه. اونجایی که جدا شد از مسیر حق و عدالت و خدا و وجدان، ما باید اینها رو رها کنیم. عزیزتر از اینها ما داریم، ارزشمندتر از اینها داریم، نباید فراموش کنیم اینها رو. در اینجا یه حدیثی از پیغمبر اکرم، حدیث جالبی هست. این حدیث رو دقت بفرمایید. گاهی پیغمبر اکرم برای اینکه افکار اصحابشو به جولان در بیاره، مسائل رو به صورت استفهامی مطرح میکرد. مثلا در این حدیث میفرماید ما اوثق ارل ایمان، محکمترین دستگیره های ایمان کدامه؟ اصحاب هر کدام بشنوند و یه جوابی بدند و بعد معلوم شه جواب اصلی جای دیگر است. گویا بعضی عرض کردن از صلات، نماز محکمترین دستگیره های ایمانه، بهترین دستگیره ایمان نماز. پیغمبر فرمود دیگه عرض کردن صیام، روزه، حج خانه خدا، جهاد. فرمود لکل ما قلتم فضل، همه اینها خوبه اما جواب من این نیست. عرض کردن یا رسول الله شما بفرمایید، همشون دلهاشون آماده شده جواب اصلی رو بشنون. این یه مسیر روانی هست که وقتی انسان بخواد یه مسئله جا بیفته، اول به صورت سوال در میان مخاطبین مطرح بکنه، هر کدام یه جوابی بدن، بعد بگیم جواب اصلی اینه، اون خیلی مؤثر واقع میشه. پیغمبر فرمود اوثق ارل ایمان الحب فی الله والبغض فی الله، محکمترین دستگیره های ایمان این است که دوستان خدا را دوست بداریم و دشمنان خدا را دشمن بداریم، عادلان را دوست بداریم ظالمان را دشمن بداریم، پاکان را دوست بداریم ناپاکان و دشمن بداریم. چقدر زیبا امام سجاد فرمود خدایا به من توفیق بده اونهایی که از تو جدا دن به اونها نپیوندن و اونها که با تو هستن از اونها جدا نشوند. این درسیست که در پایان فصل 11 دعای مکارم الاخلاق است. امیدوارم خداوند به همه ما، به شما بنده، به همه توفیق بده بتونیم این برنامه های پرفضیلت انسان ساز انشاءالله در زندگی پیاده کنیم. اون وقت از زندگی روحانی و معنویمون لذت های خواهیم بود که با هیچ چیز برابری نخواهد کرد. از همه شما عزیزان خدا حافظی می کنم و السلام علیکم و رحمت الله.